بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعن أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وقتتون بخير، نماز و دعاتون قبول باشه و امیدوارم هر کجا که هستید صحیح و سالم باشید. بعد از عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، برنامه سرزمین عشق رو تقدیم حضورتون میکنیم. در ماه مبارک رمضان در این مکان مقدس در کربلای معلا هم نایب و زیاره شما هستیم، هم انشالله برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم که هدف اون روشنگری و بیان حق و حقیقت برای تمامی عالمیان هست. یکی رو خدمتون عرض بکنم خیلی صریح و ساده و بیپرده، این برنامه نه فقط به درد شیعیان و اهل تسنن میخوره، حتی مسیحیان، حتی یهودیان، حتی کسانی که میخوان راجع به دین مبین اسلام تحقیق بکنن، به جای اینکه فرصت زیادی و وقت زیادی رو صرف خوندن کتاب‌های متفاوت بکنن، با دیدن این برنامه خیلی خیلی سریع‌تر میتونن به مسیر حق دست پیدا بکنن. پس بنابراین در بین دوستان، آشنایان و کسانی که میشناسید، اگر حتی غیر مسلمان سراغ دارید که به زبان فارسی مسلط هست، پیشنهاد میکنم حتما حتما دیدن این برنامه رو به اونها هم در حقیقت پیشنهاد بدید و انشاءالله بیننده برنامه باشن. از این فهمت همچنان شبهای گذشته در ابتدای برنامه خدمت کارشناس عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمی شیخ عبدالرضا درعتی عرض سلام و وقت بخیر داشته باشم و با حضور ایشون انشاءالله برنامه امشب رو هم تقدیم حضور شما خوب کنیم. حجت درعتی سلام، بنده رو پذیرا باشید، نماز روزهاتون قبول باشید. سلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. منم خدمت شما بینندگان عزیز در هر کجای این کره خاکی که هستید سلام عرض میکنم و امیدوارم که روزه ها اعمال عبادات شما هم مورد قبول حق قرار گرفته باشه ان شاء الله. همچون شبهای گذشته امشب هم زیارتی بکنیم به نیابت از بینندگان و بس ان شاء الله بحث رو شروع کنیم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. یه چند جمله سلام هم خدمت باب الحوائج ابوالفضل العباس ارض بداریم. السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته.
با توجه به مطالبی که در این چند شب گذشته خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند ارائه شد، باید دیگه مثل روز واضح و روشن باشه که مسئله براءت و تبری و حتی لعن دشمنان خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله همچون نماز خوندن، همچون روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان، همچون حج برای شخص مستطیع و همچون مابقی احکام و فرایض دینی که واجب هست، امری واجبه و جلوگیری از اون و ممانعت از اون همچون ممانعت از نماز خوندن شخص نمازگزار هست و مطمئناً گناهی نابخشودنی است. پس با توجه به اینکه مسئله بیان حق و حقیقت یک مسئله اصلی و اساسی است و اصلا خدای عزوجل 124,000 پیامبر، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، 12 امام پاک و معصوم رو برای همین مسئله فرستاده که خلیفه خود بر روی زمین باشند و حق و حقیقت را تبیین کنند. پس جایی نداره کسی به بهانه‌های واهی و به دلایل بیهوده بخواد بر بیان حق، اون هم از مجرای علمی و با احترام کامل و با رعایت تمامی اصول ادب و احترام، خدشه‌ای وارد بکنه. و اما اگر جویای حق هستید یا کسانی رو میشناسید که واقعا جویای حق هستند، انشاءالله این برنامه میتونه برای اونها مفید باشه و از همین رو امشب هم پای صحبت‌های حاجی درعتی می‌نشینیم و انشاءالله از بیانات ایشون استفاده می‌کنیم تا ببینیم واقعا این قضیه براءت و بیزاری جستن از دشمنان خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله سرانجامش به کجا می‌رسه. حاجی درعتی در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان که شب‌های گذشته عرض شد، اصل براءت و تبری و بیزاری جستن از دشمنان حق به طور کلی و دشمنان اهل بیت به طور خصوص یکی از واجبات قرآنی است. با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان هم ماه نزول قرآن است و ماه مباحث قرآنی است، بی ارتباط با ماه مبارک رمضان هم نبود و نیست، لذا در این چند شب نکاتی رو مطرح کردیم در اینکه اصل براءت. بسیاری از آیات قرآن به اصل براءت اشاره کردن. چند تا آیه رو خدمت عزیزان ارائه کردیم. یه آیه، چون یه حدیثی رو من در ذیلش میخواستم بخونم و دو مرتبه مجبورم این آیه رو تکرار کنم که به اون حدیث بعد بپردازیم. آیه سومی که اثبات میکند اصل بیزاری جستن و اصل تبری واجبی است و اصل قرآنی است، آیه 23 سوره توبه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان و من يتولهم منكم فاولئک هم الظالمون. ترجمه تحت لفظش این است که ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردین، حتی اگر پدر و برادر شما کفر را بر ایمان برتری میدن، محبت اونا را هم به دل نگیرید. که به مناسبت عرض کردیم در آیات قرآن کفر عمدتاً به دو معنا آمده. یک کفر در مقابل اسلام است، یک کفر در مقابل ایمان است. کفر در مقابل اسلام یعنی تمام کسانی که وارد جرگه اسلام نشدن، حتی همون شهادتین رو هم به زبان جاری نکردن و ظواهر اسلامی رو هم مراعات نمی کنن، اینا به تعبیر قرآن کافرن. و اگر دقت کرده باشید در آیات شریف قرآن، آیات بسیاری در قرآن وجود دارد که از این گروه از کفار دم میزنند که ما فعلا مخاطبمون اینا نیستن، چون جماعت اهل تسنن به نظر ما کفر اسلامی ندارن، مسلمانن، یعنی شهادتین رو گفتن. اما یه گروه دیگری رو هم قرآن به اینا کافر خطاب کرده که اینها مسلمان هستن، شهادتین رو گفتن، یعنی به زبان جاری کردن، اما در دل ایمان ندارن. یعنی تمام آنچه که به زبانشون جاری شده است در دلشون وارد نشده، که آیه شو دیشب عرض کنم که تلاوت کردم خدمتون، امشب هم عرض میکنم. خداوند متعال در قرآن میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. گروه از اعراب پیش پیغمبر اومدن و فکر کردن همه که شهادتین گفتن انگار دیگه شق القمر کردن، اومدن گفتن یا رسول الله آمنا، ما ایمان آوردیم.
قرآن میگه پیامبر ما به اینا بگو شما ایمان نیاوردید، بگید اسلم نا اسلام. فقط به زبان صحبت شهادتین بوده، ایمان هنوز داخل در دلهاتون نشده. ما معتقدیم تمام جماعت اهل تسنن از این قسم دومن، یعنی مسلمانند، شهادتین رو گفتن، ظواهر اسلامی رو مراعات میکنن، اما به تعبیر قرآن کفر ایمانی دارند، یعنی در دلشون معتقد به آنچه که میگن نیستن. ممکنه تمام اهل تسنن صداشون در بیاد نه آقا ما معتقدیم. اولین دلیلش این است، باید شما تمام آنچه خدا و رسول فرموده باشد را بپذیرید. یکی از سفارشاتی که مکرر حتی در منابع صحیح السند شما ها اومده به الفاظ مختلف این است که پیغمبر اکرم بعد از خودشون شما رو به اهل بیت حواله دادن، نه خلفا. میپذیرید؟ اگر میپذیرید بله شما مشمول این آیه نخواهید بود، بله، و قطعا نخواهید پذیرفت، چون شما معتقدید بعد از پیغمبر ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران خلیفه‌اند. لذا حالا این آیه چی داره میگه؟ این آیه داره میفرماید آی مؤمنین، حتی اگر پدرت و برادرت کفر ایمانی دارد، نه کفر اسلامی، یعنی استحب الکفر علی الایمان، یعنی اگر مراد مشرکین بود آیه باید میگفت استحب الکفر علی الاسلام. پس معلوم میشه مخاطب آیه مسلمانان، اما مسلمانهایی هستند که طبق این آیه لما یدخل الایمان فی قلوبهم، هنوز ایمان در دلشون جای نگرفته. قرآن میفرماید دوستی اینها رو به دل بگیری حرام است. الله، یعنی آی جماعت اهل تسنن، قرآن داره میگه ما با شما محبت نکنیم. نه نظر دیگه ای دارید؟ استحب الکفر علی الایمان و جوری دیگه معنا میکنید؟ تماس بگیرید ما استفاده کنیم. استحب الکفر علی الایمان ما فعلا به روایت نپرداختیم، فقط خود آیه. بجای درتی با این حساب همین اندازه هم که میگیم برادران اهل تسنن هم لطفه، یعنی واقعا ما نمیگیم گای از دهنمون در میاد، میگیم اصلا و ابدا. منباب مثلا خیلی خیلی مثلا اگرم گفته بشه، حالا کسایی که گفته بشه میگه منباب دیگه، خدمت عرض کنم اونه که آقا اینا مخلوقن، بشرن، و از این بابت یه احترام فقط نوع بشرگونه به گردن ما میذارن. اگر شما بخواید به بشر احترام کنید، برادران یهودی، برادران مسیحی، برادران هندو، اینا همه برادرن دیگه از این باب که بله همه برادریم. ولی حالا که فرمودید ما به استناد آیات قرآن به شما برادر نمیگیم، با هم دعوا هم نداریم ها. قرآن میگه انما المؤمنون اخوه، نه انما المسلمون. ما هم حرفمون اینه، شما مسلمانید، حرمت شما بر ما لازم، احترام شما بر ما لازم، خون شما بر ما حرام، مسلمانید، حرفی هم نیست، درگیرم نمیشیم، اما مؤمن نیستید. قرآن گفته مؤمنا با هم برادرن. لذا حالا اگرم از دهانمون در میاد و رو حساب بعضی از مسائل برادر برادر میکنیم، حالتون بر نداره، ما هیچ نسبتی با هم نداریم، مگر اینکه انشالله ما و شما در تحت پرچم امیرالمؤمنین سلام الله علیه جمع بشیم. خب پس این آیه را قبل از آنی که به روایت مراجعه کنیم اینجور معنا کردیم که قرآن میگوید کسانی که کفر ایمانی دارند اینها را به دوستی نگیرید، لذا ما حاضر نیستیم به واقع شما اهل تسنن را برادر و دوست خود بدانیم. این آیه قبل از اینکه روایت رو من خدمت شما عرض بدارم، روایتی است از آقا امام باقر علیه السلام که حالا من اصرار ندارم که این شبا دیگه تو این مباحث خاص از منابع اهل تسنن استناد کنم، چون بحث ما فعلا تو این دو سه شب احتجاجی با اینها نبوده، بیشتر میخوام زمینه سازی کنیم اصلا. که مرحوم ابن شهر آشوب کتابی دارد به نام المناقب، تقریبا شاید 900 سال پیش ایشون از دنیا رفته، از بزرگان متقدمین است که حتی برخی از اهل تسنن هم به مرحوم ابن شهر آشوب عنایت دارن و ایشونو توثیق کردن. کتابی داره به نام المناقب در جلد دوم صفحه 290 و مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه در بهار جلد سیوم صفحه 230 به نقل از تفسیر عیاشی که به یک اختلاف الفاظی این حدیث رو نقل کردن. من حدیث رو از رو بهار مجلسی میخونم، اما مرحوم ابن شهر آشوب هم یه عرض کنم که اختلاف خیلی جزئی دارد، خودتون میتونید مراجعه کنید، اما مطلب همینه، یعنی محتوا همون چیزی است که مرحوم مجلسی نقل کرده است. ایشون از تفسیر عیاشی نقل میکند ذیل همین آیه شریفه ای که استحب الکفر علی الایمان، عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکند، قال سألته عن هذه الآیه. خوب دقت کنید، آی کسانی که فکر میکنید هر کی اسم خودشو گذاشت مسلمان لزوما مؤمنم هست، لزوما باید با شما کنار بیاد، نه، مسلمان ها قضیهشون جدا، مؤمنین جدا.
جابر میگه من خدمت جابر ابن عبدالله انصاری میگه خدمت امام باقر رسیدم، قال سألته عن هذه الآیه فی قول الله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الكفر على الايمان. میگه من خدمت امام باقر رسیدم، گفتم آقا مراد از این آیه چیه؟ قطعا مورد نظرش هم استحب الكفر على الايمان بوده، چون قبل و بعدش که مشخص. قال علیه السلام، بینندگان عزیز دقت کنید، نظر من نیست، روایت امام باقر است. باز بعد کسی به من نسبت نده که فلانی، این روایت رو من میخونم، شما خودتون تحقیق کنید. مشابه این روایت هم زیاد نقل شده به الفاظ دیگه است. امام باقر علیه السلام فرمودند فان الکفر فی الباطن فی هذه الآیه. این قرآن، این آیه ای که میگه استحب الکفر علی الایمان، چون قرآن یه ظاهری دارد و یک باطنی. امام باقر علیه السلام فرمایند کفر در باطن این آیه ولایت الاول و ثانی. اینی که قرآن میگوید کسانی که برتری میدن کفر را بر ایمان، امام باقر میفرمایند باطن آیه یعنی کسانی که برتری میدن ابوبکر و عمر را بر امیرالمؤمنین. پس کفر را معنا کرد امام باقر علیه السلام، معنا فرمودن امام باقر علیه السلام که در واقع کفر یعنی ولایت الاول و ثانی. بعد حضرت میفرماید و قوله، آیه جمله بعد از این آیه که خداوند میفرماید علل ایمان یعنی استحب الکفر علل ایمان، حضرت میفرماید فل ایمان ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. پس عزیزان دقت کنید، روایت امام باقر علیه السلام هم همون چیزی که قبل از اون که روایت رو ما نقل کنیم براتون توضیح دادیم تأیید همان است. یعنی امام باقر علیه السلام میفرمایند کسانی که استحبو برتر میدانن ابوبکر و عمر را بر امیرالمؤمنین، اینا کسانی هستند که نباید محبتشون تو دل شما ها برود. جامعه اهل تسنن، شما علاقه به ابوبکر و عمر دارید یا ندارید؟ حتما دارید، اگر نداشتید که سنی نبودید. امام باقر علیه السلام رو قبول دارید به عنوان اهل بیت، باید قبول داشته باشید، چون پیغمبر فرمودن قرآن و اهل بیتم. این بزرگوار، این معصوم، این حجت خدا که واقف به آیات قرآن است، قرآن در خانه اینها نازل شده است، متشابه و محکم و حساب و کتاب و ریز و درشت و نزول و صعود قرآن در خانه اهل بیت نازل شده، امام باقر میفرماید بطن کفر معنای باطنی کفر یعنی ولایت ابوبکر و عمر، و معنای باطنی ایمان یعنی ولایت امیرالمؤمنین. پس این آیه‌ای که خدا میگوید آی مسلمون‌ها، ولایت کسی که ابوبکر و عمر را بر امیرالمؤمنین مقدم می‌دارد، محبت کسی که این دوتا را مقدم بر امیرالمؤمنین می‌دارد و در دل نگیرید. تبری یعنی همین. آقا وای به حال کسی که پشت سر این اهل تسنن پس وایسه نماز می‌خونه. حالا اینها نه جدی ببینید. یعنی واقعا بحث عادت شاده یه ولایت یعنی دوستشون هم نداشته باشید. اینکه حالا وایس پویسترش بخوای نماز بخونی از دو حالت خارج است، یا اینکه واقعا ولایت این طرف رو و علاقه داری بهش، ارادت داری بهش، قبولش داری، یا اینکه داری منافقانه عمل میکنی، یعنی داری دروغ میگی، که هر دوش مذمومه. یعنی آدم میخواد حرف حقیقت رو بزنه دیگه، نمیخواد مخفی کاری بکنیم دیگه، متاسفانه. ولی خب حالا ببینید، ما چون خیلی خودمو کنترل میکنم خیلی حرفا رو نزنم، یعنی نه ای که حرف باطلی باشه، نمیخوام در سر بر خودمون درست کنیم. شما هم که ماشاءالله با ما رو نه خب واقعا آیه مشخصه دیگه، بل بل. قرآن دیگه ان شاء الله. حالا اگر قسمت شد عرض میکنم، اگرم نشد که بله حالا پس ببینید بینندگان عزیز، ما طبق این آیه شریفه و طبق حدیث امام باقر به این نتیجه رسیدیم که جامعه عمریون، جامعه اهل تسنن مؤمن نیستند، مسلمانند، و اینها کسانی هستند که بر طبق آیه قرآن ما اجازه نداریم محبت اینها رو در دل بگیریم. من چند تا آیه از قرآن براتون بخوانم قبل از آنی که آیات دیگر براءت رو خدمت شما ارائه بدیم، که اثبات بشود اگر اجر و مزدی خدا به مسلمان میدهد، به مسلمان مؤمن میدهد، نه مسلمانی که ایمان وارد قلبش نشده. آجا دیاد عذر بخوام، حالا برای اینکه شما فهم بودید چیز نشه، تو پرانتز عرض بکنم، این به این معنا نیست که دیگه ما حالا شمشیر از رو ببندیم بریم با اینا دعوا بکنیم یا دقیقاً دست به کشتار و اینا بخوایم بزنیم، چون یک عده از اهل تسنن همین رفتار رو با شیعیان انجام میدن، خیلی راحت خون شیعیان رو هدر میدونن، کما اینکه بود در زمین در زمان داعش و حتی قبل داعش، القاعده و غیره و غیره، که شیعیان رو میکشتند. ولی شیعه با حتی با وجود چنین آیاتی که چنین تفکری نداره، که اصلا و ابدا
مشخص بشه. من عرض کردم اول اینها مسلمانن، ریختن خون سنی حرام، ریختن آبروی سنی حرام، گذاشتن که مال سنی تلف بشه حرام، ناموسش محترم، اینا مسلمانن، اصلا ما بس درگیری نداریم. یعنی اگر یه جایی ما دیدیم یه غیر مسلمانی حتی داره تعرض میکند به مسلمان سنی گمراه که ما گمراهش میدانیم، بر ما تکلیف هست که از او دفاع کنیم. عرض کردم بحث ما بحث علمی است، بعضی سوء استفاده نکنن. ما داریم اسناد مدارکی را ارائه میکنیم برای خیلی از مسلمانایی که چه سنی و چه شیعه فرصت تحقیق ندارن. تو ماه رمضان هم بهترین وقتی است برای معرفت داشتن به اسلام و دین، اینا رو ببینن و اگر هم میخوان حرفی بزنن تصمیم بگیرن این روایات رو شنیده باشن. خب عرض کردیم که تفاوت هست بین اسلام و ایمان. ایمان یعنی آنچه که شما میگویید معتقد باشید. در روایات اهل بیت علیهم السلام و برخی از روایاتی که از منابع اهل تسنن میشه استفاده کرد، ایمان مراتب دارد. دیشب هم عرض کردیم کف ایمان، حد اقل شرط ایمان، ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت معصوم علیهم السلام است. یعنی اگر مسلمانی میخواد وارد جرگه مؤمنین بشه، نه درجات بالا، همینقدر که اگه نماز میخونه این ملک سمت راست بنویسه، اگه روزه میگیره این ملک بنویسه، همینقدر، نه بیشتر. ممکنه اهل معصیت باشه، ممکنه اصلا. حد اقل شرط ایمان قبول ولایت و عرض کنم که حکومت و امامت امیرالمؤمنین و اهل بیته. حالا دقت کنید، آیاتی در قرآن به همین اشاره می کند که آی برادران و خواهران و جامعه تسنن و عمری ها، این آیات رو ببینید، تفسیرش هم ببینید، حالا اگر می خواهید پیروی از خلیفه کنید برید بکنید، خودتون مختارید. قطعا شما خودتون رو مؤمن به این معنا نمیدونید. یعنی وقتی کسی نگه نه آقا اهل سنت هم مؤمنن، نه خیر، ما در روایات متعددی حتی همین حاکم اسکانی سنی روایت نقل کرده که الان آیش یادم نیست، ایشون داره میگه در سر پل صراط کسانی را اجازه میدن از پل عبور کنن که جواز به براءت ولایت امیرالمؤمنین، یه برگه‌ای داشته باشن که فلانی ولایت امیرالمؤمنین رو داشته. این عالم سنی داره نقل میکنه. یعنی حتی خود اینا هم معتقدن روز قیامت اگه میخوای از پل صراط رد بشی، ولایت ابوبکر عمر رو نمیخوان ازت، ولایت امیرالمؤمنین رو میخوان که شما ندارید. حالا من شنیده بودم که نمیدونم چقدر درسته، خودم ندیده بودم، که برخی از این کسانی که تلقین میت میدن میرن پایین و تلقین میدن در مناطق سنی نشین، برخی از اینها آخرین جمله‌ای که به اون میت سنی میگن و به شانش میزنن میگن حق با علی است. عجب. من خودم نشیدم ولی از چند ندیدم، از چند طریق شنیدم. خب چه تو زن تو زن همینه، تو الان بهش میگه حق با علی است. وقتی که روح از بدنش جدا شد و وارد جهنم شد میگه حق با علی است. لذا جامعه عمری ها هنوز شما زنده اید. من دارم از طریق این رسانه به استناد احادیث پیغمبر اکرم که خودتونم نقل کردین، قال رسول الله علی مع الحق والحق مع علی، اینو الان بفهمید، نه تو مردن و تو قبر. لذا اینا ها رو آدم دلش میسوزه که آقا بزرگان از علمای سنی اینا رو میدونن، اگر به توده جماعت نمیگن. اگر جاهلین از اهل تسنن هم بیان بگن که آقا جون ما ولایت آقا امیرالمومنین رو داریم، دوستش داریم، آقا امیرالمومنین علیه السلام رو، حالا اگر همین هم رو قبول بکنیم، حالا ببخشید میپرم تو کران شما، ولایت با محبت قبول فرق میکنه؟ فرق میکنه، بله همون رو بخوام عرض کنم. اگر همین رو هم بیان بگن، محبت رو هم بگن، ولایت و اینا ما هم قبول بخوایم بکنیم، به حتم و به یقین ابوبکر و عمر و عثمان ذره ای ولایت، محبت یا حالا هر چیزی که بخواید اسمش رو بذارید از آقا امیرالمومنین علیه السلام به دل نداشتن. اگر به دل داشتن در به خونه حضرت آتش نمیزدن، اگر به دل داشتن محسن رو سقط نمیکردن، جنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو سقط نمیکردن، اگر ولایت داشتن سیلی به صورت بیبی دالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نمیزدن، اگر ولایت داشتن به اون قنفذ ملعون دستور نمیدادن که و تمام کاری که اتفاق افتاد و همتون شاهد هستید، در کتاب ها خوندید. یعنی حالا آدم بیاد ولایت یک چنین افرادی رو هم داشته باشه، دوست داشته باشه ابوبکر و عمر و عثمان رو، واقعا جای سوال. لذا من خدمت جماعت عمری میگم شما که میخوای قرآن بخونی تو ماه رمضان، میخوای نماز بخونی، هر عمل مستحبی، قبلش این آیات رو دقت کنید.
پس چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم خدا اگر میخواد اجر اخروی به کسی بدهد، شرطش ایمان است نه اسلام. اسلام ظاهری هیچ اجر و قرب و نتیجه اخروی ندارد. سه تا اثر دنیاوی دارد اسلام که دیشب هم گفتیم، تکرارم میکنیم: خون مسلمان محترم، ناموس مسلمان محترم، مال مسلمان محترم. تنها نتیجه اسلام همین است. و ولی اگر با همین وضعیت بمیرند در حالی که مستضعف نباشند، حق رسیده و لجاجت میکنند، اگر بمیرند روز قیامت بدون حساب و کتاب وارد جهنمند. من چند تا آیه خدمتتون بخونم. یکی آیه 124 سوره نساء: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. دقت کنید، خداوند میفرماید کسی که کارهای خوب بکنه، چه زن چه مرد، و هو مؤمن، اگه مؤمن باشد ای رو بهشت میبرید. شرطش ایمانه. هر چی میخوای کار خوب بکن، اگه ایمان نداشته باشی طبق این آیه شریفه یا طبق احادیث، اگر شرط اول ایمان یعنی ولایت امیرالمؤمنین رو نداشته باشی، بی خود برای خودت وعده بهشت نده. یک آیه. آیه دوم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره نحل آیه 97: من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. این باز همون معناست. خداوند میفرماید اگر تو عمل صالحی رو انجام بدی، چه زن چه مرد، فرق نمیکنه، اگر مؤمن باشی حیات طیبه بهت میدیم. نکنه بعد از مرگ بگی خب ما یه همه نماز خوندیم، میگن خب خوندی که خوندی، ایمان، برگه ایمان رو بیار، حداقل ایمان رو داشتی. ایمان چیه؟ همه که نماز میخوندیم کفایت است. نه خیر، مگه نشنیدی فلان شیخ از کتاب اهل تسنن خوند؟ اقل ایمان ولایت امیرالمؤمنین و فرزندانشونه. ای آیه هم داره میگه اگر میخواین حیات طیبه داشته باشین و ما چیزی برای شما بدیم، شرطش ایمان است. آیه سوم: و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. این که عرض کردیم اسلام اثر اخروی نداره، توی آیه هم اشاره شده. قرآن در سوره اسراء آیه 19 میفرماید کسی که دنبال آخرت هست و سعى لها سعیها، خیلی هم زحمت برای آخرت میکشه، و هو مؤمن، اگه مؤمن باشه سعیش مشکور است. ولی اگر مؤمن نباشد و حداقل شرط ایمان که ولایت امیرالمؤمنین باشد نداشته باشه، هر عملی که انجام بدی سعیت مشکور نخواهد بود. و آخرین آیه که من اینجا عرض میکنم که دیگه تیر خلاص رو به همه جماعت عمری میزند، که برید تحقیق کنید، به جای خوندن نماز تراویح، به جای بستن دست تو نماز، به جای گریه های بی خود کردن تو نماز، 10 دقیقه تو اینترنت تحقیق کنید، ببینید پیغمبر بعد از خودشون ما و شما رو به کی حواله دادن. قبل از آنی که سجده های طولانی برید، قبل از آنی که تو این بدعت تراویح یک جزء قرآن، گاهی 5 جزء قرآن بخونید، پدر خودتون رو در بیارید، قبلش برید تحقیق کنید که پیغمبر من و شما رو به کی حواله داده، وارد اتاق ایمان بشید، بعد توی اتاق 2 رکعت هم که نماز بخونی درسته، نمیخواد 20 رکعت بخونی. آیه رو دقت کنید، در سوره انبیا آیه 94 خداوند میفرماید فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون. اگر کسی کار خوب انجام بده، اگه مؤمن باشه، انا له لکاتبون، یعنی اگه مؤمن باشه نماز تو مینویسم. اگه مؤمن نباشی 1,000,000 رکعت نمازم بخونی اصلا ثبت نمیشه، که بعد روز قیامت بیان جدا کنن خوب و بدش رو. این دیگه قرآنه، یعنی یه راست پرونده رو که باز میکنم میبینن ای خبری نیست چیز، آقا بفهمو جهنم. لذا بعضیا خیلی روز قیامت اعتراض میکنن که آقا ما خیلی کار کردیم، هیچی نیست توش. خب یکی از آیاتی که باید خیلی بالاخره تابلو بشه تو خونه همه سنیا بره همین آیه است. بحث سر قبولی نیست، بحث سر کتابته. کتابت اعمال، یعنی اون ملکی که سمت راست جماعت عمریه نشسته راحت انصافا کار اینو میکنه دیگه، چون اینا ولایت که ندارن، مؤمن که نیستن. به ایشون هم گفتن آقا هر کدوم از اعمالی که رو ایمان بود بنویس، اگر ایمان نبود قرآن میگه و انا له لکاتبون، یعنی اگر مؤمن باشه ما کتابت میکنیم وگرنه نمینویسیم. ما اینا رو داریم میگیم برای اینکه اتمام حجت بشود، وگرنه به ما هیچ ربطی نداره، میخوای بپذیرید میخوای نپذیرید.
ما از باب این که وظیفه ابلاغ داریم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، دوست داریم مبین ابلاغ کنیم، آشکارا بگیم. این آیات رو خدمت عزیزان عرض می کنم. خیلی بعدشون میاد اینطوری صحبت میشه باهاشون، یعنی واقعا طرف مثلا 50 سال 60 سال عبادت کرده، حب و ولایت اولیه دومی هم تو سینه‌اش داره، الان یه دفعه با این صحبت شما جا میخوره. آقا من این همه نماز خوندم، این همه روزه گرفتم، هیچی به هیچی. خب این راه هم داره توبه بکنه اینا؟ حتما داره، بله. تا نفس میاد راه هست، بله. توبه کنن و بعد اعمالشون اصلاح کنن، قبلش هم راه داره. این جور نیست، راه بسته نیست دیگه. از مشرک اینا بدتر که نیستن، بله. که از ناسبی که اینا بدتر نیستن، گرچه در احادیثی ما داریم که معنای ناسبی خیلی وسیع‌تر از اون چیزیست که آقایون فکر میکنن، بله. خب اینها آیاتی بود که آیات دیگه هم هست که دیگه من فرصت ندارم و عرض نمیکنم خدمتتون. اینها آیاتی بود که اثبات میکرد باید افراد تحت لوای ایمان باشند، وگرنه اسلام خالی هیچ نتیجه اخروی ندارد. من یه چند تا روایت نورانی از اهل بیت علیهم السلام بخونم که در روایات معصومین هم اهل تسنن فقط به عنوان مسلمان، تازه در بعضی از جاها میگن نه اینا مسلمان واقعی هم نیستن، کفر ایمانی دارن. اینا رو من خدمت برادران شیعه دارم عرض میکنم که اونقدر تبلیغات سوء شده تو این 50 60 سال اخیر که اول ما باید اینا رو قانع کنیم که چرا بخوایم با اونا صحبت کنیم. یعنی قبل ها من یادم از بزرگان از پدرانمون میشنیدیم وقتی که کسی میخواست با اهل تسنن مناظره کنه صحبت کنه، مشکل این نبود که حالا شیعه ها با هم درگیر بشن که چرا میخوای حق رو بگی. ولی الان مشکل دو تا شده، اونقدر یهود تبلیغات کرده که ما باید اهل تشیع رو ابتدا قانع کنیم که چه ضرورت دارد ما با اینها میخوام صحبت کنیم، حق رو میخوام به اینها بگیم، بعد برسیم به اهل تسنن. لذا در روایاتی که من اینجا خدمتتون عرض میکنم، عمدتا از مقدمه تفسیر البرهان است که بسیار کتاب نفیسی است، جاهای دیگه هم احادیث نقل شده است. فی تفسیر الامام العسکری علیه السلام انه قال لا يكون مسلما من قال ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله ولم يعترف ان عليا وصيه وخليفته وخير امته. این خیلی روایت سنگینه. امام عسکری علیه السلام که در واقع میفرمایند مسلمان هم نیست، مسلمان واقعی، بله، مسلمان نیست کسی که بگوید من پیغمبر را به رسول الله قبول دارم، اعتراف دارم که پیغمبر اکرم رسول الله هند، ولم یعترف، اعتراف نکند که امیرالمؤمنین وصی پیغمبر است و خلیفه پیغمبر است و بهترین امت پیغمبر. و قال ان تمام الاسلام به اعتقاد ولایت علی. اصلا تمام اسلام یعنی معتقد بودن به ولایت امیرالمؤمنین. منطقی هم هست، اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر امر خدا، امر آقا رسول الله. چه بود در روز قدیر ولایت آقا امیرالمؤمنین؟ اینا حرفای امام عسکری علیه السلام است. بعد در انتها فرمایند ولا ينفع الاقرار بالنبوه مع جحد امامت علی علیه السلام. اگر کسی نبوت پیغمبر را اقرار کند مثل جماعت اهل تسنن، اما اقرار به ولایت امیرالمؤمنین نداشته باشه، هیچ فایده‌ای براش نداره اون نبوت. لم کمالا ينفع الاقرار بالتوحید مع جهد النبوه. خیلی مثال زیبایی زدن امام عسکری. همچنانی که برادران و خواهران مسلمان در کل دنیا، اگر کسی بیاد بگه آقا من خدا را قبول دارم، پیغمبر را قبول ندارم، شما ازش میپذیرید؟ اصلا بهش میگید مسلمان؟ اصلا مسلمان بهش میگید؟ نه. امام عسکری علیه السلام بفرمایند همچنانی که کسی بگه آقا من لا اله الا الله را قبول دارم، محمد رسول الله را قبول ندارم، هیچ که ازش نمیپذیرد، اگر کسی بگوید من لا اله الا الله رو قبول دارم، محمد رسول الله رو هم قبول دارم، اما علی ولی الله رو قبول ندارم، مثل این است که توحید رو قبول نداشته. ما این روایات رو دیدیم که حاضر نیستیم با این جماعت یک کنار بشینیم. عرض کردم مستضعفینشون جدا، توده اهل تسنن جدا، اما علمایی که میدونن، خلفایی که میدونستن اینا با حجت خدا روبرو بودن. چقدر معجزات دید عمر خطاب از خود پیغمبر، چقدر معجزات دید ابوبکر از امیرالمؤمنین، اما زیر بار نرفتن. اینا معلوم است که بالاخره یک مشکلی داشت. یک روایت. در روایت دیگر که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است از امام صادق علیه السلام که حضرت چنین می‌فرماید من انکر الائمه منا کان کمن انکر معرفت الله و معرفت رسوله. یه هم خیلی عجیبه.
امام صادق میفرمان نه تنها امیرالمؤمنین، کل این 12 امام یکیشو انکار کنی انگار خدا رو انکار کردی. پس آی جماعت عمریه، این رو برای همیشه به عنوان سخنگوی شیعه بدانید، توحید شیعه تا اشهد و ان علی ولی الله هست ولا غیر، ما لا اله الا الله و محمد رسول الله، بدون علی ولی الله را اسلام واقعی نمیدانیم. نهایت اسلام ظاهری است که بعد هیچ نتیجه هم ندارد. در روایتی دیگر است، لفی معانی الاخبار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، ابن عباس از پیغمبر نقل میکند که پیغمبر چنین فرمودند، ایها الناس، ایها الناس یعنی توده مردم، چه شیعه چه سنی کلی، من اختار منکم علی علی اماما، اگر کسی به جای امیرالمؤمنین که امام به حق است او دو نفر ابوبکر و عمر رو به عنوان امام قبول کند، فقط اختار علی نبی، یا انگار به جای من پیغمبری پیغمبر دیگه اختیار کرده. این مسلمونه؟ یعنی انگار کاملا از دین اسلام خارج. اصلا خارجه. ما خیلی داریم لطف میکنیم میگیم اینا مسلمانن، چون به اسم ظاهری که در روایات و آیات آمده مسلمان ظاهری ان، وگرنه مسلمان واقعی حتما نیستن. این روایت مشابهش در منابع سنی هم آمده است که حالا برخی از اینها به خاطری که آبروشون نره میگن آقا سند ضعیف فلانی فلان است، راوی شکار است، بماند. پس در اینجا پیغمبر میفرمایند اگر کسی به جای امیرالمؤمنین یه امامی دیگه انتخاب کرد، البته مطلق هم هست، تا به امروز هم یه حدیث شامل بعضی ها میشود که پشت سر هر کسی راه بیفتند. پیغمبر میفرمایند اگر کسی به جای امیرالمؤمنین امام دیگری انتخاب کرد، انگار به جای من پیغمبر خاتم پیغمبر دیگری انتخاب کرده. و من اختار علی نبیان، اگر کسی به جای من پیغمبر یه پیغمبر دیگر انتخاب کنه، فقط اختار علی الله عز و جل ربا، انگار خدا دیگه انتخاب کرده. یعنی عین شرک است، عین بت پرستی، یعنی بت پرستی است. این کلام معصومه، یعنی اگر زیر بار ولایت امیرالمؤمنین نری، انگار زیر بار نبوت پیغمبرم نرفتی. زیر بار نبوت پیغمبر نرفتی، توحیدت مشکل داره. فهم. پس نگویید که آقا بحث های اختلافی رو بیان نکنید. اصل بحث این اصل بحث اختلاف ما در توحید است و نبوت. امام صادق میفرمایند کسانی که ولایت ندارن نبوت ندارن، توحید ندارن. ما همون سال خدمت شما بودیم، 18 شب توحید سنی رو اینجا بیان کردیم. این شرک است. خدایی که اینا معرفی میکنن، بله، خدایی که از طریق ابوبکر و عمر بیاد همون میشه. موهاش فرفریه و ساق پا داره و میخوابه لنگش رو هم میگذاره و شبای جمعه از آسمون میاد دورم دارن براش علف میریزن، خر خدا بیاد علفار بخوره. همینه خدای ابوبکر و عمر، همین میشه. لذا کسانی که رفتن در خونه غیر امیرالمؤمنین، حقتونه، مبتلا به شرک شدید. نه شرک خفی، شرک جلی شدید. و در یک روایت دیگه من خدمت شما عرض کنم، و فی اعمال صدوق عن ام سلمه، راوی ام سلمه است، چنین نقل میکند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی، جناب ام سلمه ام المؤمنین میفرمایند که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام چنین فرمودند، یا علی، ما من عبد لقی الله و هو جاحد ولایتک، یا امیرالمؤمنین. اینو پیغمبر به امیرالمؤمنین میفرماید، راوی هم ام المؤمنین ام سلمه است، که حضرت رسول اکرم به امیرالمؤمنین فرمودند هر کسی که روز قیامت خدا را ملاقات کند در حالی که جاحدون ولایتک، یعنی با ولایت شما مجاهده داشته باشد و انکار کرده باشد، لقی الله به عبادت صنم، بت پرست محشور میشه. آی کسانی که دلتون قنج میره برای سنی جماعت، اینا عمدتاً زیر بار ولایت امیرالمؤمنین نرفتن. اینا طبق روایت پیغمبر اکرم و امام صادق در روز قیامت بت پرست محشور میشن. درستم همینه، بله، اسلام ظاهری داریم، بازم تکرار میکنیم، اینا ذبیحه‌شون پاکه، دست بهشون بزنیم پاکه، ازدواج کنیم اب نداره، مسلمانن، خون و مال مبا، اینا حرفی نیست، ولی واقعشو بدونیم. نکنه شما قش کنین اوور، نکنه اینقدر یهود تبلیغ کرد که شما بر فرض گاهی از اوقات این طرف اون طرف بشینید بگید حالا شاید هم حق با اونا باشه. این روایات رو بشنوید، ثابت قدم بمانید، بدانید که حق با امیرالمؤمنین و فرزندانشون است. حالا اینا قبول نمی‌کنن، این خیلی سنگین است که خدا را اینها روز قیامت ملاقات می‌کنن در حالی که بت پرستن. آی جماعت عمریه، این احادیث اهل بیت است، اگه به گوشتون رسید دقت کنید، تعصب بذارید کنار،
ارزش ندارد ابوبکر و عمر و عایشه که شما خودتون رو جهنمی کنید. اینها یک سری مجموعه احادیثی بود که لازم بود در ذیل آیه‌ای که خدمت عزیزان عرض شد به محضرتون ارائه بشه. یکی دیگر از آیاتی که اثبات میکند بحث تبری واجب است و باید از دشمنان اهل بیت بیزاری جست، آیه دوم از سوره ممتحنه است. آیه چهارم از سوره ممتحنه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه رو خوب دقت کنید. من مکرر این آیه رو جاهای متعدد خوندم، بعضی ها هم بعد سلیقگی کردند و یه تقطیعی هم صورت دادند و قبلش زدند و بعدش هم زدند و حالا انشاءالله امیدوارم از اون بیماردلان الان پای برنامه نباشن. ولی دقت کنید چی داریم میگیم؟ اصل تبری ریشه قرآنی دارد. تبری یعنی بیزاری جستن از باطل به طور عموم و اهل تسنن هم که جزو باطلن به طور خصوص. آیه چهارم رو دقت کنید. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. قرآن میگوید آی مردم، حضرت ابراهیم و اطرافیانش برای شما اسوه حسنه اند. که حالا من یادآوری کنم، من روی اسوه یک نکته دارم که عرض کنم خدمتتون. خب قرآن میگن اینا اسوه اند. اسوه یعنی چی؟ این هر کارو کرد شما هم بکنید، الگو است. خب اینا حالا چیکار کردن؟ خدایا که ما اون کارو باید بکنیم. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم. به قومشون که مشرکین بودن، اهل باطل بودن، قالو گفتن ما از شما بیزاریم. و مما تعبدون من دون الله. هم از خودت بیزاریم، هم از اون کسانی که در به جای اله به جای خدا میپرستید. کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء. ما همیشه با شما بغض و کینه داریم. حتی تؤمنوا بالله وحده. تا ایمان نیارید ما بغضمون رو از شما بر نمیداریم. الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک. تا انتهای آیه. این آیه چند تا نکته داره. یک، کسانی که میگویید اگر میخوای به اهل باطل اظهار بیزاری کنی سرت بکن زیر لحاف، بگو من از دشمنان اهل بیت بیزارم، یواش پنهان. این آیه جور دیگه ما میفهمیم. اگر کسی چیز دیگه متوجه میشه تماس بگیره ما رو ارشاد کنه. درسته ظاهر آیه ممکنه شأن نزول برای مشرکین باشد، اما آیه مورد مخصص نیست. یعنی قرآن داره میگه آی جماعت مسلمان و غیر مسلمان، شیوه برخورد با اهل باطل باید اینجوری باشه. قالو قول، یعنی تو روش بری بگی آقا درسته من با تو درگیر نمیشم، اما نه خودتو قبول دارم نه اعتقاداتتو. آیه نص سری آیه قرآنه. یعنی تبری و براءت جوری باید باشه که سنی بفهمه بر باطله. من برخی از این شبکه‌های شیعی که خب خیلی هم زحمت میکشن، خیلی هاشون متاسفانه یا خوشبختانه ولی یه ایرادات خیلی عمده‌ای دارن، اینها جوری مطالب رو بیان میکنن که جماعت اهل تسنن نمیفهمه گمراهه. بله. اینقدر دست به سر روی اینها میکشن، اینقدر حرفای بیخود، اینقدر قربون صدقه میرن که این بدبخت متوجه نمیشه که حالا ما نفهمیدیم شما به حق یا ما به حق. اگه ما به حقیم که اینقدر تحویل گرفتن اضافه نداره. ما مستندمون قرآن و حدیث است. هر مقداری که پیغمبر اکرم با اطرافیان و اهل باطل مدارا کردن ما هم همونجور مدارا میکنیم. لذا دقت کنید ما طوری باید با ادب به اهل تسنن بفهمانیم آقا ما به تو فحش نمیدیم ولی تو باطلی، تو گمراهی به استناد آیات قرآن و جاهای دیگه. حاجا ادارت ما تقریبا 3 دقیقه تو پایان برنامه فرصت داریم. اگر در این 3 دقیقه امکانش باشه که خلاصه آنچه بیان شد رو تیتوار بیان بکنید من ممنون میشم. من چون یه آیه رو میخوام ببندم این لغت اسوه رو من بذارید دقت کنم بینندگان عزیز. ما در قرآن 3 تا لغت اسوه داریم که دو تاش خیلی مورد نظره. یکی در اینجاست که خداوند می‌فرماید که آی مردم، حضرت ابراهیم و اصحابش اسوه‌ان، اسوه‌تون حسنه فی ابراهیم والذین معه، کسانی که با ایشونن. پس قرآن ابراهیم علیه السلام و اصحاب ابراهیم را الگو قرار داد. اما همین آیه مشابه آیه برای پیغمبر ما هم هست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه‌تون حسنه. دیگه اصحاب رسول الله توش نیست و الذین معه توش نیست. پس ما به استناد این دو تا آیه، آیا سوال میکنم اهل تسنن پاسخ بدن، ما به استناد این آیه شریفه ای که قرآن دور و بریای حضرت ابراهیم رو الگو قرار داد،
اصحاب حضرت ابراهیم رو الگو قرار داد، اما اصحاب و پیغمبر رو الگو قرار نداد. پس معلوم میشه پیروی از اصحاب و پیغمبر به طور عموم جایز نیست. شما غالبا پیروی از اصحاب و پیغمبر میکنید، لذا این رو هم بد نیست که اهل فن مد نظر بگیرن. و باز هم عرض میکنیم اگر جواب خاصی توی قضیه هست ما از عزیزان استفاده میکنیم. اما اون چی که فرمودید خلاصه یا اون چیزی که امشب مطرح شد این بود که جماعت اهل تسنن مسلمانند و کفر ایمانی دارند، نه کفر اسلامی، چون اینها ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فرزندان امیرالمؤمنین نپذیرفتند. اینها فقط مسلمانند، مؤمن نیستند و هیچ اثر اخروی برای کارهای اینها وجود ندارد که بر طبق روایات معصومین علیهم السلام در روز قیامت با اینها مقابله با بت پرست می شود. چون در روایات خوندیم که اهل بیت علیهم السلام فرمودند کسانی که ولایت امیرالمؤمنین نپذیرند انگار نبوت رو نپذیرفتند و انگار توحید رو زیر بارش نرفتند. احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم. الحمدلله که امشب هم با تمسک به قرآن کریم و کلام اهل بیت عصمت و طهارت معرفت بیشتری پیدا کردیم نسبت به برخی از آیات قرآن کریم. و چه معرفتی بالاتر از این که بشناسیم واقعا دوست و دشمن رو، و خدای نکرده در اون چاه دفاع از دشمنان نیفتیم. خیلی سخته، خیلی سخته آدم جوری رفتار بکنه که دشمنان خدا متوجه نشن که بر باطلن و فکر بکنن که واقعا برحق. نکته که آجای دراتی اشاره کردن، اشاره که ما از اون دسته نباشیم. و با این بیان صریح و واضح آجای دراتی، عذر بخوام آجای دراتی، برای همه مشخص بشه که ای اهل تسنن حواستون باشه چقدر دیگه از عمرتون باقی مونده. حیف این باقی مانده عمرتون رو همینطور نگذرونید که وقتی که به سراشیبی قبر رسیدید اون موقع بگید ای داد بیداد، ای کاش بغض و کینه ابوبکر و عمر رو در سینه جا داده بودیم و ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو پرورونده بودیم در دلمون، تا الان قبر ما حفره ای از حفرات نیران و در حقیقت آتش جهنم نباشه. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید با برنامه سرزمین عشق. ان شاء الله فردا شب هم در خدمتتون خواهیم بود. در ادامه بعد التماس دعا و یا علی. خدا خیلی ممنون. استفاده کردم. حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین